ایالات متحده ای آمریکا بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادی به افغانستان لشکر کشی کرد و حکومت وقت طالبان را که حدود 5 سال بود قدرت را در دست گرفته بود سرنگون کرد. 20 سال بعد اما سنی های تند روی طالبان مجددا قدرت را در افغانستان در دست گرفتند و از زمان روی کار آمدن دوباره از سوی آمریکا و دیگر کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشدند. اما حالا بعد از گذشت یک سال و چند ماه از تسلط طالبان منابع آگاه از مذاکره و تعامل پنهان آمریکا با طالبان خبر میدهند همکارم علی اکبری گزارش میدهد. دولت آمریکا گزینه فشار و تهدید علیه حکومت طالبان را کنار گذاشته و با انتخاب گزینه تعامل با حکومت طالبان بر آن است تا طالبان را برای مذاکره و توافق با آمریکا ترغیب کند. قطع حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به خاک افغانستان، اعلام سریح بر عدم حمایت از مخالفان طالبان افزایش کمک های آمریکا به طالبان از 32 میلیون دلار به 40 میلیون دلار در هفته از سرگیری تأمین مالی پروژه های بازسازی افغانستان توسط سازمان توسعه بین المللی آمریکا و اجازه چاپ و انتقال اسکناس های جدید افغانستان از جمله تعاملات و همکاری های بزرگ و غیر منتظره دولت آمریکا با طالبان است. که در ظرف یک ماه اخیر پس از دیدار مقامات رهبری سازمان های استخباراتی طالبان و آمریکا در دوهه صورت گرفته است. به عقیده تحلیلگران مسائل افغانستان دولت آمریکا گزینه فشار و تهدید علیه حکومت طالبان را کنار گذاشته و با انتخاب گزینه تعامل با حکومت طالبان بران است تا طالبان را برای مذاکره و توافق با آمریکا ترغیب کند این روی کرد به نحوی تایید می کند که خبر مذاکرات پنهانی مقامات امنیتی اطلاعاتی آمریکا و طالبان در پاکستان و سپس انتقال مکان این مذاکرات از پاکستان به قطر صحت دارد. با این نگاه احتمال دیدار مشاور امنیت ملی آمریکا و معاون سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با رهبران گروه سنی های تندرو طالبان در ماه میلادی آینده را باید به عنوان بخشی از این فرایند دانست بر اساس اخباری که دو طرف تایید کردند تعاملات دو جانبه طالبان و آمریکا به جای گفتگوهای رسمی در سطح دیپلماتیک به صورت سری و در سطح استخباراتی انجام می شود. علی اکبری اخبار شیعه